بنابر اعلام دادسرای امور جنایی تهران اکبر خورمدین که به اتهام کشتن سه نفر از اعضای خانواده در زندان به سر می برد صبح روز یک شنبه سی آبان در زندان رجای شهر کرج فوت کرده است. محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران روز یک شنبه ضمن اعلام این خبر به سایت خبری رکنا گفته است که مرگ خورمدین به دلیل ایست قلبی رخ داده است. بیشتر اعلام شده بود که خورمدین از سالها پیش مبتلا به سرطان بود است. اکبر خورمدین و همسرش ایران موسوی سانی 26 اردی بهشت به اتهام قتل پسرشان بابک خورمدین کارگردان سینما بازداشت شدند. اما بعدتر اعتراف کردند که با مشارکت یکدیگر و دخترشان به نام آرزو در سال 90 دامادشان به نام فرامرز را کشتند و به دلیل اختلافات با آرزو او را هم در سال 97 به قتل رسانده و جسدش را ناپدید کردند با وجود پیشیدگی های این پرونده اکبر خورمدین تنها در صورت درخواست خانواده دامادش که خواهرزادش نیز بوده حکم قصاص دریافت می کرد و از بابت قتل فرزندانش این حکم برای او صادر نمی شود. با اعلام گذشت اولیای دم در شهریور گمان می رفت که خورمدین بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تنها از بابت جنبه عمومی جرم به ده سال زندان محکوم شود. بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می دهن. و بر اساس آن پدر به جرم قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تحضیر می شود. قانونی برگرفته از دین اسلام که بسیاری از فعالان مدنی و حقوق کودک در ایران همواره به آن اعتراض دارند. روزگاری بود که هنوز تماس تلفنی با زندان اوین در تهران حتی در تلفن مستقیم از اورشلیم امکان پذیر بود. ولی بی تردید با افزایش نامردمی رژیم کنونی امروز چنین تماسی ممکن است جزو محالات روزگار باشد. سخن از 25 سال پیش است که منشامیر هنگام پخش مستقیم یک برنامه مناظره تلویزیون مستقیم درباره رون آراد کمک خلبان ناپدید شده ی اسرائیلی از استدیوی شبکه نخست تلویزیون اسرائیل که شبکه ملی کشور محسوب می شود مستقیما به زندان اوین در تهران تلفن کرد و از فردی که گوشی را برداشته بود خواست وی را به لاجوردی که یکی از مسئولان جنایتکار رژیم بود مربوط سازد تا با وی گفتگو کند رابطه بین ناپدید شدن کمک خلبان اسرائیلی رون آراد و زندان اوین این کمک خلبان اسرائیلی در سال 1986 هنگام انجام عملیات جنگی علیه سازمان های تروریستی در جنوب لبنان به علت آسیب دیدن و یا نقص فنی در جنگنده آنان با چتر نجات خود را به بیرون پرتاب کرد ولی از آنجا که آسیب دیده بود پس از رسیدن به زمین توسط افرادی مسلح به اسارت گرفته شد خلبان هواپیما که سالم فرود آمده بود ساعتی بعد با هلیکوپتر جنگی که به آن محل فرستاده شده بود نجات یافت و به خاک اسرائیل انتقال یافت ولی شوربختانه ارتش اسرائیل نتوانست رون آراد را نجات دهد و او به محل نامعلومی انتقال یافت کندی بعد عکسی که او را در اسارت نشان میداد به اسرائیل فرستاده شد ولی دو سال پس از آن کمک خلبان اسرائیلی به مکان مجهولی انتقال یافت و از آن هنگام تا کنون از سرنوشت او کوچکترین خبری در دست نیست در آن هنگام گزارش‌های تایید نشده‌ای به اسرائیل رسید که به موجب آن رون آراد توسط حزب الله لبنان و به درخواست سپاه پاسداران به ایران انتقال یافته است و این بحث به میان آمد که اگر اسرائیلیان بتوانند به محل اختفای او پی ببرند شاید بتوان وی را نجات داد حکومت ایران هرگز این گزارش را تایید نکرد و همیشه اسرائیل را به دروغ پردازی متهم ساخت در آن هنگام منش امیر که از مشهورترین کارشناسان امور ایران در اسرائیل محسوب میشد به یک مناظره مستقیم تلویزیونی با کارشناسان امور امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل دعوت شد تا درباره این احتمال که رون آرا در زندان اوین در تهران نگهداری می شود و معموران سپاه پاسداران میکوشند او را تخلیه اطلاعاتی کنند ارزیابی خود را ارائه کرد. در چارچوب این مناظره تلویزیونی بود که اداره کننده برنامه از منشا امیر خواست به زندان اوین در تهران تلفن کند و بپرسد که گزارش ها دایر بر اینکه کمک خلبان اسرائیلی در اوین نگه داده می شود تا چه حد درست است. امیر به اوین که مرکزی ترین زندان حکومت در آن سالها بود زنگ زد ولی کسی گوشی را بر نداشت. امیر سپس به شماره دیگر زندان زنگ زد که این بار فردی گوشی را برداشت و مکالمه امکان پذیر شد. ابتدا تصور می رفت که فرد پاسخ دهنده سخنگوی زندان و یا یکی از ماموران ارشد باشد. او هویت تلفن کننده را پرسید و امیر گفت که نامش چیست و از تلویزیونی آی بی ای که نام اختصاری تلویزیون ملی اسرائیل است زنگ می زند. او تأکید کرد که از اسرائیل تماس میگیرد ولی طرف مقابل برخلاف انتظار تلفن را قطع نکرد بلکه فرمانده خود را صدا کرد و او خطاب به امیر گفت که آنها نگهبانان شب در زندان اوین هستند و نمیداند چه کسی در آن زندان است و بهتر است امیر فردا روز زنگ بزند در تمام طول این مکالمه که چندین دقیقه طول کشید برای هر دو سخنگوینده بدیهی بود که با اسرائیل صحبت می کند. ولی مکالمه را قطع نکردند. در این مناظره شرکت کننده در بحث دیدگاه خود را درباره احتمال آزاد کردن رون آراد از اسارت حکومت ایران بیان کردند. تصمیم سازی به شهادت تصویر عکس مهمی که ارزش ثبت در تاریخ دارد. برخی فکر می کنند خامنه ای شب در رخت خوابش قبل خواب تصمیم فردایش را اعلام می کند. خیر، دولت ها و اصلاح طلبان و مشاورین مهمترین تصمیم سازان در همه حوزه ها بودند و نه تنها سهمشان در وضعیت کنونی کمتر از خامنه نیست بلکه بیشتر است در همه زمینه ها هم همین بوده آب، بنزین و آبان 98 تصمیمات اقتصادی، سیاست خارجی و تبدیل ایران به مستعمره چین و روسیه اما روی کرد برخی در بولد کردن فقط خامنه ای و عدم اشاره به سهم تصمیم سازان قصر در رفتن تصمیم سازان و صدور این پیامه که صبر کنید خامنه ای لب گور می میرد درست می شود در این تصویر بیطرف و اردکانیان در حال تصمیم سازی و همراه کردن خامنه ای با تصمیمات ویرانگر سدسازی و آب هستند میدانی مافیای آب و سدسازی که مقصر اصلی بحرانهای آبی و بسیاری از ویرانیهای محیط زیستی هستند شامل بیطرف اردکانیان و فتابش نیمیپور و زحمتکش هستند که با همراهی ابتکار رئیس ادوار محیط زیست در دولت خاتمی ایران را ویران و خودشان تلیاردر شدند همه همخط امامی و گروگانگیران سفارت آمریکا و یزدی و اسفهانیاند دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار